خاله به خاطر داستانی که برای ما گفت فرزاد ما خیلی چیزای مشترک رو دیدیم که توی داستان ایشون هم در حقیقت در تمام جوامع دیکتاتوری همین جریان ها هستش و زندان شکنجه تقریبا یک سال. تنکیو خاله. من در حقیقت الان با اجازه میشینم چون خودم میخوام در رابطه با زندان زنان امشب صحبت میکنم دوستان. نمیبخشم، نفراموش میکنم. کتاب، داستان، خاطره گفته شده ولی تمام چیزایی که تو این مدت گفته شده قطره اینه در مقابل باران، در مقابل تمام دردها و رنجهایی که تو زندانهای رژیم در دهه 60 بود که من فکر میکنم اصلا حتی نزدیک با آنچه که گذشت هنوز بیان نشد. به عنوان شاهد عینی که در اونجا بودم در زندان زنان میخوام مسائلی که اونجا به طور مشخص به خاطر اینکه یه سری مسائلی که تو زندان زنان بود واقعا بالاتر از زجر و دردی بود که رفقای مرد ما تو زندان داشتن به خاطر جنسیتمون. ما توی زندان در سال بهار 61 وقتی من رفتم در بند 4 اتاق 6 بالا اتاقی که در زمان شاه سازمان ملل وقتی رفته بود اونجا گفته بود این اتاق 8 گنجایش 8 نفر رو داره، ما در اون اتاق تا 198 نفر هم رسیدیم. یعنی شما در فضایی که در تمام اون سالهایی که من اونجا بودم هرگز تن هیچ کدوم ما زمین رو حس نکرد، یعنی همه ما روی هم میخوابیدیم و با اینکه یکی سرش اون طرف بود یکیش پاش این طرف بود صبح با میشدیم چشم یکی باد کرده بود. رفتن به دستشویی اصلا امکان ناپذیر بود. با شکنجه هایی که اون موقع میشدن بچه ها مجبور بودن که بلند شانس برن دستشویی و بارها همه رو لگد میکردن. یعنی جمعیت یکی از وحشتناکترین چیزی بود که در اون دوران قوقا میکرد. یعنی اصلا نفس نمیتونستی بکشی. و میزان سنی من به عنوان یه دبیر اون موقع وقتی رفتم اونجا اولین چیزی که منو وحشتناک ناراحتم کرد انگار شاگردهای مدرسه‌م اونجا بودن. از 12 ساله اونجا بودم. از 12 ساله زیر شکنجه اعدام شدم، کشته شدم. من خودم به چشمم دیدم. یعنی بچه‌هایی که من بعدها خودم به عنوان یه مادر وقتی بچه‌م به اون سن رسیده بود فکر می‌کردم این واقعا یه بچه است. چطوری اونا تونستن اون شکنجه‌های وحشیانه رو بدن؟ تجاوز کنن. تجاوز رو تمام این سالها انگار که الان اتفاق افتاده. نه نه تمام اون سالها شده تجاوز هم بود. من خودم شاهد عینی بچه هایی بودم که توی اتاق می اومدن و مورد تجاوز قرار داشتن. نه فقط دختر، زن، شوهر داشت، شوهرش بند مردا بود. و بعد اینکه که من موقع اعدام شد مثلا می گفتم آره اون کارو می کردم موقع اعدام 100% حتما اون کارو می‌بردن چون نباید به قول معروف باکره بدون از دنیا بره تجاوز میکردن. ولی خود زندانیا کسانی که اونجا بودن دختری بود به نام رویا که این روانی شده بود. یعنی روانی که من به شما میگم در هیچ کجا من هرگز همچیانه یعنی هیچ چی نمیفهمید، فقط صبح تا شب در حقیقت ناله میکرد، گریه میکرد، غذا نمیخورد، فقط گریه میکرد. بعد میونه حرفاش ما میفهمیدیم که این مورد تجاوز بارها و بارها قرار گرفته. و اون زمان در حقیقت درد دیگه‌ای که بود توی بند پر از بچه بود. یعنی مادرهایی که همسرانشون هم تو بند مردها بود و بچه هاشون توی زندان بوده بودن. و این بچه ها حق بازی نداشتن، حق خنده نداشتن. مادرهایی که زیر شکنجه رفته بودن با من خودم یکی از بچه ها بود که از بس خودش شکنجه شده بود و بعد بهش فشار می بودن که بچه هم نباید بخنده بدوه. یه دختر 2-3 ساله بسیار زیبایی داشت. این یه بار مثلا دوید بعد خب مادره می رفت زیر فشار. بعد این به طور یعنی اصلا از خودش دیگه از دست یعنی کنترل خودش از دست داد چون که بچه رو زدن و یه لحظه که به خودش اومد انقدر ناله‌های وحشتناک میکرد که من فقط اون صحنه ها رو شما باید میدیدین که بچه ها رو اجازه نمیدادن هیچ کاری بکنن و چه جوری اون صحنه ها بود. زنان حامله، کسایی که اصلا نمیدونستن حامله وقتی میومدن اونجا
بعد می اومدن اجازه ملاقات هم نداشتن. اینا بعد چجوری بود تا لحظه آخری که درد دیگه داشت دیوانشون میکرد بازه میبردنشون یه بند بهداری زیر بند ما بود. بعد هیچ وقت یادم نمیره یه شب یکی از بچه ها رو که بردن این با اینکه به خانوادهش بعد 9 ماه درست روزی که یه هفته بود بچهش به دنیا میاد بهش ملاقات دادم. به خانوادهش گفت. خانوادهش سریعا رفتن لباس بچه رو بودن ولی بهش تحویل ندادن. شبی که این رفت ما فکر کردیم خب این یه نیم ساعت دیگه برمیاد چون لحظه آخری بود که رفته بود. هیچی نداره صبح میارنش دیگه. شبونه ما از هر اتاق یه سوزن داشتیم. همه قرض کردیم. لباسایی که همون روز خودمون نو از خانواده هامون گرفته بودیم پاره کردیم. برای بچه لباس دوختیم. تا صبح بچه ها نشستن. لباس دوختن. لاف بشک درست کردن. و این یهو با یه دونه پارچه که کثیف یه دونه بچه تو بغلش حالا فکر کنی یه دختر 20 ساله‌ای که اولین بچه‌ش به دنیا میاد. وارد اتاق شد. وقتی که وارد شد هم لباسایی که دید خودش زد زیر گریه و ما هممون همونطور هم من اولین بچه‌ام که خودم به دنیا آوردم لحظه شادیه برای مادر ولی من خودم زار زدم. هرگز اون صحنه ها یادم نرفت. یعنی به عنوان یه مادر اون موقعی که بچه‌م به دنیا اومد لحظه رو به یاد آوردم بچه‌هایی که اونجا بچه به دنیا آوردن. اینا رو دیگه مردها نداشتن، نمی‌دیدن. این صحنه ها صحنه های وحشتناک یعنی صرف نظر از تمام شکنجه های جسمی که حق برابر جمهوری اسلامی تنها کاری که در حق برابر با زنان و مردان کرد تو زندان ها شکنجهگر و مرد و زن یکی بود. به همون شدت شکنجه میکرد که مرد شکنجه میکرد. تنها حق برابر اونجا داد. و بعد این مصیبت هایی که بود بعد یکی از کارهایی که میکردن و میدونستن ندادن نوار بهداشتی بود. یعنی هر وقت میخواستن اذیت بکنن نوار بهداشتی رو قطع میدادن. میدونستن چی میشه. بعدش تمام بچه یعنی یه بیماری زنان اصلا همیشگی بود تو بند. نداد میدادن. چه زجرآور بود چه دردآور بود. بعد چجوری ما باید لباسامون رو پاره میکردیم میرفتیم زیر آب یخی که انگشتامون میبرید میشستیم بعد میآوردیم میذاشتیم توی روزنامه های پاره شده توی شوفاژ تا خوش بشه و دوباره استفاده کنیم. من شرمندم اینو میگم ولی این یکی از زجرهای روزانه اتاق بود که به خاطر بعدش هزار بیماری میومد توی اتاق. اینا چیزایی که ما اونجا داشتیم و من همیشه فکر میکردم که ما واقعا زنا میگه ستم صد برابر خوردیم توی زندانهای رژیم. و بعد در رابطه با در حقیقت من این نوشتم به خاطر اینکه آها اینجاست اووردن مادران، مادرانی که سن بالا داشت میووردنشون اونجا شکنجهشون میکردن که جای بچه هاشون رو لو بدن. این دردآورترین چیز بود. من مادری رو دیدم که زیر شکنجه تحمل نکرد. یه واقعیته. گفته بود پسرش رو اووردن و اعدام کردن و این مادر روانی شد بعد از اون. یعنی روانی کامل اصلا هیچ چی دیگه نمیفهمید. چون وقتی خبر میشنید که پسرش رو اعدام کردن خودش رو مقصر میتونست که دو داده ولی اون مقصر نبود. رژیمی مقصر بود که اونو آورده بود اونجا شکنجه کرده بود که بچه شده لو بده. یعنی اینو اون مادری میفهمه که خودش واقعا احساس من اینو وقتی مادر شدم عمیق‌تر و دردآورتر احساس کردم. هرچند که اون موقع برام خیلی سنگین بود. و بعد مسئله که به قول معروف مسئله توالت ها بود که توالت رو به قول معروف خراب که میشه 6 تا توالت بود در بند بالا حدود بیش از 500 تا ما اونجا بودیم. این توالت ها گاهی اوقات یهو هر 6 تاش خراب بود اصلا هم نمیومدن درست کنن. بعد میومدن میگفتن حالا باید با پیت هم هر کدوممون نوبتی باید برمیداشتیم از بند بالا میوردیم توی حیات خالی میکردیم. بوی عفونت و کثافت تمام بند رو پر کرده تو بندی که پر از بچه بود. یعنی اینها چیزایی که واقعا تمام این چیزایی که ما میگیم فقط یه قطره ایست از آنچه که در اونجا گذشت. من در حقیقت با یاد تمام زنان در بند
دختران جوان در من و یاران در من، چه آنان که جان باختن، چه آنان که جان به در بردن در تمام این سالها و به قول دوستمون، رفیقمون، شهره چیزی نیست که بتونیم، اصلا قابل بخشش و فراموشی نیست. تا زمانی که اینها، کسانی که این جنایت ها را کردن به دادگاه مردمی نیاد و مشخص نشه، چطور میتونیم ببخشیم؟ چطور میتونم فراموش کنم؟ من 30 سال گذشته هنوز نتونستم. هر لحظه زندگی با هر اتفاقی تمامی اون لحظات به یادم میاد. چطور میتونیم فراموش کنیم؟ من فکر نمی کنم کسی بتونه همچین چیزی رو فراموش کنه هرگز. من در اینجا ولی با همه این احوال یه شعری میخونم که جنس ما آن زمان که زندگی هدف ما و آینده نوید ماست، خستگی از آن ما نیست، خاموشی از جنس ما نیست. آن زمان که آزادی را فریاد می‌کنیم، آن زمان که عدالت را می‌جوییم، کشتن هرگز ما را نمی‌راند، سوزاندن هرگز ما را ساکت نمی‌کند. آن زمان که ساز ما، آواز ما و سرود ما همه برای آزادی انسان کوک شدند، آن زمان که چشم ما، دست ما و زبان ما همه برای عدالت یکی شدند، سوزاندن هرگز ما را ساکت نمی کنند، کشتن هرگز ما را نمی رانند. چه احمقانه می اندیشند آن که می کشد و آن که می سوزاند ما را. او نه عشق را می شناسد و نه ما را. در اینجا من از آقای صفار سایه، یکی از فعالین سیاسی اجتماعی، چهره شناخته شده شهر که معرف حضور اکثر دوستان هستش، شماری از ما با قلم و ترجمه های اون در نشریات محلی و بر روی برخی سایت های اینترنتی و همچنین مصاحبه های متعدد که از ایشون انجام گرفته آشنایی. آقای صفار سایه، ما متاسفانه دوستان ما جانبی خواهیم. بله ایشون میدونیم ما به هر صورت جانبی با اینا صحبت خواهیم کرد، متاسفانه ما وقتمون طور نیست که این کار رو کنیم. پیشنهاد خوبیه ولی چون میدونستیم چند تا دوستان هستن و دوستان خودشون رابطه دارن و این صحبت ها رو باشون کردن و انجام میدن. خیلی ممنون برسون. بعد از اینکه دولت شوروی زمین خورد، این به اصطلاح این تز خیلی بالا گرفت. حالا که جهان یه قطبیه، امپریالیسم مال جهان یه قطبی است،
یعنی اون زمانی که شوروی زنده بود و امپیریالیسم اون زمان الان نداریم. خب بعضیشون هم خیلی پشتیبانی میشه، برخی از روشنفکرهای ایرانی ما هم ازش پشتیبانی میکنه، ولی واقعیت چیز دیگه ای رو برای ما بیان میکنه. واقعیت اینو بیان میکنه که امپیریالیسم خواسته نمیدونم دولت شوروی، دولت نمیدونم فرض بگیر آمریکا نیست، یک سیستمه. سیستمی هست که اگر وجود نداشته باشه نمیتونه سرمایه بچرخه، بخصوص زمانی رو که بحران ها به وجود میاد، بخصوص زمانی که ملل دنیا حاضر نیستن تحت اون شرایط قبل زندگی. عرض کردم خدمتتون که من همجوری ناخونک میزنم میرم جلو. ببینید این سیستم به خاطر اینکه زنده بمونه جدیداً یاد گرفته که کشورها رو تقسیم بکنه. نمونش یوگوسلاوی، رواندا در آفریقا، لیبی و اخیراً در سوریه، من نمیدونم پس فردا ایران، پس این فردا روسیه، پس این فردا چین. و واقعا قبل از اینکه دولت شوروی به اصطلاح چیز بخوره، طبق یک مصاحبه ای رو که آقای کیسینجر جدیدن کردن، اصلا این نقشه رو کشیده بودن که همچین کارهایی رو بخورن، فقط چشم بینا میخواد که آنها رو ببینه. و یه چیز دیگه هم بگم و برم یه مقداری بازم ناخونک بزنم و امیدوارم که سریعا تمومش بکنم. میگن خدا نتونست سرنوشت بعضی رو تنظیم بکنه در اون دنیا، برای اینکه بتونه به این مطلب دستیابی پیدا بکنه، اجازه ای رو به صورت فرشته در میاره و این فرشته رو میفرسته به سوی آن کسانی رو که خدا گفته بوده باید ازشون تعیبات به عمل بیارید. این کار انجام میشه، ولی بعد از اون در مقابل چشم حیرت زده همه اینهایی رو که در حقیقت حساب پس داده بودن و در حقیقت میشه گفتش که یک نوع بازجویی رو پس داده بودن، دیدن اجازه بیش نیست. حالا همین رو شما در قامت یک امپیریالیسم مجسم بود. ببینید تقسیم کشورها عرض کردم، یکی از اون به اصطلاح برای حفظ سیستمش این تقسیم کشورها رو وجود آورده. در حقیقت از حقوق بشر صحبت میکنه، ولی حقوق بشری رو که در واقع سوریه جعلیه، هیچ موقع صحبت نکرده که حقوق بشر یعنی عدالت اجتماعی، یعنی من بتونم زندگی بکنم، اکثریت مردم بتونن زندگی بکنن، از این صحبت نکرده. میره به لیبی حمله میکنه، زمانی که انتقاد میکنی کارت حقوق بشر میگیره جلوت و میگه حقوق بشر، خیلی آچماز میشه. و از این جهت هست که میگه استیپافشاری کرد، میبایستی پشت پرده ها رو دید، میبایستی کلک ها رو خوند. اگر نخونیم دوباره سال 57 تکرار خواهد شد، زمانی رو که عکس خمینی رو در ماه بعضی از روشنفکران میبینن. ما نباید دوباره گول بخوریم، ما نباید گول بخوریم. حالا میخواهد این کسی که میخواهد ما رو گول بزنه ایرانی باشه یا میخواد آمریکایی باشه یا فرانسوی. چرا حقوق بشره اینها، یعنی همین امپیریالیسم، امپیریالیست هر نوعی که هست، هر اسمی که داره، جعلی؟ برای اینکه میاد، برای اینکه تقسیم بندی کشوری انجام بده، از آدمهای خودش به وسیله بمبارانهای مدیایی اونها رو گوشت دم توپ میکنه. زمانی رو که یک دولتی ملت خودش رو گوشت دم توپ بکنه، چه در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و غیره و غیره، این از حقوق بشر چیزی نمیفهمه که بیاد برای من پلاکارد بگیره دستش و بگه تو حقوق بشر نمیفهمی، ما هم که میفهمیم، باید یاد بگیری از ما.
اینا رو باید متوجه هم پیلستان اونجای حاضرن مثل گرگا لب و لوچهشون به اصطلاح آویزون میشه زمانی رو که میبینن نفت از جایی الماس از جایی کانهای نمیدونم آنچنانی هست جایی به ظاهر میان خودشون رو متحد نشون میدن فرانسه با به اصطلاح آمریکا میسازه شما نمیدونم شنیدید یا نه سال پیش یک فرانسه یک کودتایی رو در ساحل آج میدونید پر از کانه کشور بسیار بسیار غنی در اونجا انجام داد فرانسه و آمریکا به نفع یک طرف وارد عمل شدن عوض اینکه به اصطلاح ببینن علل این کودتا بزنن که ملت خودشون تصمیم بگیرن که این کودتا میخواد به کجا در حقیقت بره و دیدیم در کجا رفت کانها امروز در حقیقت مورد چپاول این دولت های فرانسه، انگلیس و آمریکا و سایر این کوچک و بزرگ قرار گرفت. زمانی رو که به اصطلاح امپریالیست ها جنگ رو در حقیقت پیشه کنن اینا یک ذره از حقوق بشر نمیفهمن. چه حقوق بشر؟ زمانی که منو به اصطلاح گوشت دم توپ بکنی و میفرستی جلو و خودت پشت صحنه پولدارترین آدم ها میشی در دنیا. اینا یه چیزای دیگه ای هست که در حقیقت باید بهش توجه کنیم. امروزه یه چیز دیگه هم میگه علاوه بر اون و این واقعا دل برخی از روشنفکران ما رو قلقلق میده. میگه که دخالت بشر دوستانه. ما میخوایم بریم اونجا دخالت بکنیم، از مردم دفاع بکنیم و دفاع بکنیم از شما. چتونه شما؟ چرا نمیان سمت ما؟ دلیل این کار کرد تقریبا در عراق اون زمان هنوز این تست زیاد رو نیامده بود ولی در واقع همین کار رو انجام شد در افغانستان که دیگه میدونیم به چه حالتیه امروزه در سوریه ما میبینیم که در به چه حالتیه ببینید دوستان عزیز زمانی که میلوسوویچ قبل از اینکه بالکانیزه بشه میلوسوویچ دولت‌های مختلفی قصد این رو داشتم این تو برنامه بود که بالکانیزه بکنم یوگسلاوی رو و کردم میلوسوویچ که به عنوان کسی که در دادگاه به اصطلاح جنگی یه علیه بشریت به محاکمه کشیده شد هزاران بار داد زد شما دخالت نکنید در امور ما ما مللی هستیم که مدت‌های مدید با هم زندگی کردیم و ما حل می‌کنیم این مسئله رو ولی که گوش کردیم آمریکا تصمیم گرفته بود این کارو بکنه فرانسه تصمیم گرفته بود این کارو بکنه آلمان تصمیم گرفته بود این کارو بکنه و کردن دیگه نمی‌خوام در این مورد صحبت بکنم و اتفاقاً آن چیزی رو که به نام دادگاه های نمیدونم آوردن آقای میلوسوویچ و غیره و غیره رو آوردن ولی کسی رو که نیاوردن در اون دادگاه محاکمه بکنن البته جنایت های بسیار بیشماری انجام شد در جنگ هایی اونجا شد ولی یک نفر از قاضیانی که در اونجا تشریف داشتن نگفتم که بابا پشت پرده رو نگاه کنید یکی از این آمریکایی‌ها ژنرال‌های آمریکایی رو بیاریم محاکمه کنیم دیگه یکی از این ژنرال‌های آلمانی رو بیاریم محاکمه کنیم دیگه هیچ کسی نگفت و حتی روشنفکرانی رو که چپ بودن در ایران کف زدن برای همچین دادگاهی و این اون خطراتی هست که من می‌بینم که آینده بسیار بسیار ناروشنه آینده بخصوص برای ایران بسیار بسیار ناروشنه هر کی میخواد باور کنه این ببینید دوستان عزیز سیستمی که در کانادا هست و سیستم قضایی که در کانادا هست و آمریکا هست شما نمیتونید در اونجا پیدا بکنید چیزی به نام زندانی سیاسی در صورتی که اگر برید تحقیق بکنید میبینید زندانی سیاسی داریم ما از فرستیشن از کسانی که این کشور رو به وجود آورده ما داریم خیلی هم داریم و زمانی رو که به اصطلاح اینها رو میگیرن حکمشون حکم جناییه شما جنایت کردید سیاسی نیستی جنایت کردید
بد و خوب. این اون چیزی است که به اصطلاح مقال بسیار پیشرفته طالب حقوق بشر به ما میخوان یاد بدن چگونه حقوق بشر رو پیاده کنن. ببینید مومیا امو جمال زندانی سیاسی ژورنالیستی هست که اتفاقا اسمش رو گذاشتن صدای بی صدایان. سال هاست که بر روی صندلی مرگ نشسته. سال هاست که بر روی صندلی مرگ نشسته. دیوید گیلبرت، البته اینا بسیار بسیار دو چند تا مثاله، برای که میخوام هرچه سریع در تموم کنم، میدونم خسته ای، خودم هم خستم. دیوید گیلبرت، دانشجوی فعال ضد جنگ سالهای 60 در سال 1981 دستگیر میشه. میدونید چقدر بهش حبس دادن؟ 75 سال. چرا؟ با سیان همکاری میکرد برای مقاومت علیه بی عدالتی هایی که علیه سیاهان انجام میشه. مریلین باک که جدیدن فوت کرده در 3 آگوست 2010 فوت کرده، چند روز آزاد شده بود. ایشون نزدیک 80 سال حبس گرفت کشوره که طالب حقوق بشر. چرا؟ او هم همجور با سیاه ها برای عدالت اجتماعی سیاهان قدم برمیداشته. این ها نمونه هایی هست، هنوز هم هست، نمونه هایی هست که سرتون بیشتر در نیارم، که در حقیقت باید اینها رو مد نظر قرار داد، یاد گرفت که چه کسانی میخوان از ما پشتیبانی بکنن، چه کسانی میخوان از ما پشتیبانی بکنن و اینا چه حقی دارن که به جای ملت ما تصمیم بگیرن، به جای توده های مردمی ما تصمیم بگیرن. توجه میفرمایید؟ اینها رو باید هرچی بیشتر بزرگتر کرد تا واقعا شاید ملکه ذهن ما بشه و ما بار دیگر مثل سال 57 کول نخوریم که امام خمینی در ماه پیدا شد. حالا یکی دیگه میتونه بره، نمیدونم حالا در شاید مریخ پیدا بشه. ده ها. خیلی ممنونم از اینکه شنیدید. مکزیک از این هم مستثنا نیست. ما سالهاست که از زندان و شکنجه در مکزیک و مقاومت زندانیهای سیاسی مکزیک میشنویم. امشب راول گاتیگا رو با خودمون داریم که از بومیان مکزیک و جانبدربردگان شکنجه هستش که از سال 2006 در کانادا پناهنده شد. Dear friends, the toiling people of the world share many miseries. Having political prisoners is one of them that is the result of having dictators' regime. Mexico is not exempt from this. We have been hearing from prisons and tortures in prisons and also the resistance of political prisoners in Mexico. Tonight, we have Raul Gatiga with us, who is an indigenous friend from the Mexican nation and surviving of tortures who became political refugees in Canada in 2006. Please give a warm welcome to Raul Gatiga. Good evening. Sorry for don't speak Iranian, but I would like to speak in New Sabi, my mother language, but I believe that everybody will sleep since I speak in New Sabi, so I will try to speak in English. It's terrible, my English, but I will try to do something.
Also, I am a really bad speaker. It is why I prefer to write poetry. I will share with you some of the poems that I wrote when I was in prison. And also to say thank you to a lot of you who stay here to remember all the political prisoners. Because when I was in the jail, I was in confinement, I was in solitude, I had the chance to stay, to have only 1 hour for sun. It's the only chance that I have to go outside of my room. For 1 meters, I was in a room for 29 days. So I have a chance to go outside for 1 hour. And one day the cooker bring to me a letter. And it was a letter from some people from just for North Vancouver in Canada. And they was through the Amnesty International. They were asking to the government for my freedom. All the time the guards wanna tell me that nobody was thinking about me. They say, you are suffering here, and your friend are in the dancing, in the party, outside, and you are suffering here for nothing. And after they repeat and repeat many times, sometimes we believe it. Sometimes we believe that everybody forgot us. So when I read the letter, I say, no, the government is cheating me. If in Canada, somebody who don't know me, they are asking for my freedom, for sure, my friend, they are fighting in the street, for sure. And it was true after after the 29 days of confinement, when I was in the normal room, I saw how many thousands of my friends were in the street. It's why I wrote those poems. I will share with you three of them. In some of them I sent to my friends in order to say them thank you, because one demonstration was in my birthday. And they say, please send us a letter. Send us a letter to say something for the people. And I say, no, I prefer to send a poem. It's what I send them, a poem. Let me, I'm really nervous for that, sorry. I am trying to look for the poem that I sent to them this day. All the people who want to change the world are really disorganized, right? Unusual. I am formal there. Sorry. There you go. Okay. This is the poem that I sent to my friends. They were around 100,000 people in the street asking for my freedom. And I sent this poem that I call Trench. From the trench that is poetry, I write verse to give you a poem, my love. A soldier poem that fights for its dreams. A rifle poem that shoots fantasies. A bullet poem that riddles misfortune and exile. A hammer poem that shatters cells and annihilates injustice. A poem that, even without having nothing about love, it loves you. It's one of the poems that I sent them those days. And other poem that I wrote, it was to say thank you for the guy who was helping me when I arrived into the jail. One of the times that I arrived into the jail, I have been 11 times in the jail. So one of the time I was released from the clandestine jail, that is totally different, a clandestine jail to the normal jail. At least I sing in everywhere. When we are in the clandestine jail, nobody knows that we are there, and the government don't accept that we are in prison. When we are in a normal jail, the government say, okay, he's prisoner. So a few of us survived from the clandestine jail. I survived it.
But when I arrived in the jail, I was totally broken. My legs, my arms, my ribs, my face was swollen. I have no face. I mean, it's difficult to explain you how I was surviving for the jail, in the clandestine jail. So that is the story of the disappointment that I wrote for the only one guy who helped me in this normal cell. The poem called Dollar. Dollar is an Indian who is stuck in jail without knowing why. No one visits him, and every day I write messages from his two family members who never arrive, or maybe they don't exist. Dollar walks along the passageway, dragging his limping feet, while still being a volunteer for work duties, but it's almost never on time to pick up food. He only looks like a bad guy because of his mustache and his devil face. But his soul shines when he says hello through the hugs. I give to Dollar the only good pant that I have, and he gave me a phone number where no one ever answered, but he was sure that he will get out of the jail in 3 months because of the office where no one ever answered, they assured him so. Dollar rescued me from the shit and the rat that populate the cell number 14, and always go there on time to receive my penance and misfortunes. He was in the punishment cell, the great friend who in liberty I lost it. Dollar won his nickname, tethering up and down on his way to garbage dump. He confessed me that he smoked marijuana and that no one at home ever loved him, except his grandma, who is dead. I learned all those things from him, but I never ever knew his first and his second name. That was the Dollar guy. If you are not worried, I will read the last one. It's short one, because all the time we are, it is funny because I went to the jail because I am a pacifist man, because my only mistake was to write poems, to write short stories, to get the national award for short stories, to get the provincial award for poetry, and all the time when I go to take my hours, all the time I make a scandal because I take the money and I say I will use this money to put in the freedom all the native people that you, Governor Ice, are sending to the prison. And this all the time is a problem. And it was a problem because the government all the time say, how this guy get the hour? How did he get the prize? Say, well, this is a blind jury. The jury are checking the poetry, that's it. So they were trying to stop to get hours, but all the time he was winning for being a pacifist. So it is why I wrote this poem called Pacifist. I never loved war. I fought my own war against the world. That is the reason for this medal, unwanted, worthless. Unfortunately, I wasn't awarded. That's the short point. But another funny thing is that normally we believe, when I talk about me, is I talk about my country. I don't know if in Iran or in Egypt or in Arabic world it happened, but in Mexico, many people believe that the people who fight or who go into the struggle, they are from iron, they are strong, they don't cry, they don't suffer.
But it's not true. We cried, we suffered, we laughed. So it's why all the time when I feel sad, when I was in the jail, I tried to make jokes. I tried to do jokes all the time, to laughing, because I believe is the government or the people who send us to the jail, they broken our humor because they win. See, they provoke that we hate the other people is because they win. So we don't have to take the hate, the bad thing in our soul. This is why all the time I am trying to laugh or to do a job with myself, especially with myself. So I wrote a few short poems. We call mini poems, this kind of style. The first one, the whole poem called Humans. First, the only men of steel are toys. That is why I am of flesh and bone. Second, I have always been afraid of clowns. That is why I am scared in front of the mirror. Third, the revolutionary of Bible and Scapular wanted to make the Che Guevara a saint, but unfortunately, all they got was a fucking t-shirt. زنده بمونه. خیلی ممنون. یه 15 دقیقه بده.